روی وزارت خارجه برکنار و ساعتی بعد دوباره پا شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور طی فرمانی صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور را برکنار کرد، اما دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه آن را نپذیرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ارگرس جمهوری گفت که صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه به دلیل اظهارات غیر مسئولانش در رسانه ها از وظیفه برکنار شده است. آقای صدیقی بیان داشت رئیس جمهور غنی طی حکم آقای میرویس ناب رئیس سفیر اسبق افغانستان در ترکمنستان را به حیث مهین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه تعیین کرد و همچنان الا تقرر سخنگوی جدید این وزارت از امور دفتر سخنگوی سرپرستی خواهد نمود. سرپرست سخنگوی اسبق به دلیل اظهارات غیر مسئولانش برکنار گردید. اما ساعت بعد دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت مخالفت خود با برکناری سخنگوی وزارت امور خارجه را اعلام کرد. ریاست اجرایی با نشر اعلامیه گفت آقای صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه در حمایت از پروسه صلح موقف وزارت خارجه را بیان کرده است. انتصابات و برطرفی ها را در این موقع تنها میتوان با انتخاب مرتبط دانست. بنابراین وی الا نهایی شدن نتیجه انتخابات به کارش ادامه میده. در اعلامیه تاکید شده موضوعات مربوط به سیاست خارجی و موقف دولت افغانستان در این موارد مهم نیازمند بحث و توافق در بالاترین سطح حکومت می باشد تا تمام بخش های حکومت از یک موقف واحد برخوردار باشند و با صدای واحد صحبت نمایند. هفته گذشته یک هیئت از گروه طالبان به رهبری عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به اسلام آباد سفر کرد و با مقامات نظامی و ملکی پاکستان دیدار کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ارگرس جمهوری در واکنش به این سفر گفته بود که این نشست ها کمکی به روند صلح افغانستان نمی کند. میزبانی را از گروهی که هنوز دست به خشونت میزند خلاف تمام اصول روابط بین کشورها میداند. آقای صدیقی تاکید کرد پروسه روند صلح تنها وقتی میتواند نتیجه داشته باشد که مالکیت و رهبری آن به دست دولت افغانستان باشد. هنوز تعهدی در گروه طالبان نسبت به صلح نمیبینیم. اما یک روز بعد از این نظرات آقای صدیقی صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور را درباره این سفر طالبان به پاکستان گفت که کابل از تلاش هر کشوری برای صلح استقبال میکند. امیدوار است پاکستان برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره با دولت افغانستان راست و عملی کار کند. پیرامون این اختلاف نظرها و تنش‌هایی که دوباره به نوعی توانسته شکل بگیره با مهمان خوبمان جناب محترم آقای ابراهیم حکمتی عضو رهبری اجماع حرکت اسلامی و ناتو همسو بیشتر بحث میکنیم. خوش آمدید آقای حکمتی، وقت بر شما خوش. سلامت باشید آقای حکمتی. در این معادله و معامله‌ای که به تازگی در قبال برکنار شدن و ابقا شدن مجدد سخنگوی ریاست سخنگوی وزارت خارجه توانسته میان آقای عبدالله آقای غنی شکل بگیره، کدام طرف را بیشتر شما ملامت میدانید؟ کدام طرف برحق است در این قبال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و ملت شریف تشنه به صلح افغانستان، ملتی که هر روز انتظار میکشد تا گامی به سوی صلح واقعی برداشته شود، ولی متاسفانه هر روزه امیدواری های ملت به یأس تبدیل میشه. سوال را که شما مطرح کردین در حقیقت در تداوم تنش ها و درگیری ها میان دو تیم حاکم است. قبلا هم ما شواهد زیادی از این موارد داریم. تعیینات از طرف ارگ شده سپیدار رد کرده، تعیینات از طرف سپیدار شده ارگ رد کرده و بالاخره در جریان 5 سال اگر شما مشاهده بکنید در حقیقت عدم هماهنگی، عدم امنظری، عدم تفاهم میان دو تیم حاکم بر حرکه قدرت افغانستان متاسفانه با کمال درد و دریغ فرصت های خوب را از ملت شریف و مظلوم افغانستان گرفته و هر روزه قربانی های بیشتر را بر مردم ما، بر وطن ما، بر ملت ما تحمیل کرده. آخرین حادثه مسئله برکناری سخنگوی وزارت داخله توسط آقای اشرف غنی و تمدید کار مجدد از او توسط دکتر صیب عبدالله بود که واقعا بیانگر یک دیدگاه متفاوت و حتی متضاد دو تیم حاکم بر حرکه قدرت میتونیم در این مشاهده کنیم. یک بحث دومی است که با کمال تأسف ملت افغانستان در مقطع اساس و تاریخی به سر میبره که سیاسیون افغانستان صرف نظر از تیم بندی ها، صرف نظر از تقسیمات گروپی و پارتی و باندی و تنظیمی و سازمانی خود باید پای منافع ملی افغانستان امروز کار کنند، چون ما در لبه یک پرتگاه قرار داریم، ما در یک نقطه قرار داریم که یک طرف ما خدای ناخواسته سقوط، بربادی و تباهی بیشتر افغانستان و یک طرف دیگر چانس ها و زمینه های خوب برای آرامش، برای امنیت، برای صلح، برای رفاه است. اما میبینیم که در عمود یک مقطع هم سیاسیون ما متاسفانه پای منافع فردی خود حاضر هستند منافع ملی را قربانی کنند. برداشت ما ای از صلح خواست نیاز ضرورت مردم افغانستان است. صلح یک اصل اسلامی و شرعی است.
صلح فریاد زن، مرد، کودک، پیر و جوان افغانستانی است. اما ای که از کدام را ما به این صلح میرسیم، با چی فداکاری های به این صلح میرسیم، چی قیمت را باید برای تامین از این صلح بپردازیم، این یک بحث است که باید سرش فکر شد. آقای حکمتی، در میان حکومت افغانستان که وزارت خارجه افغانستان هم جزی از حکومت و کابینه افغانستان است، آقای رئیس جمهور غنی و تیم امرایشان که ارگ نشینان هستند و سخنگوی انتخاب رئیس جمهور غنی آقای صدیقی بیان کرده بود در قبال این نشست که در پاکستان روی دست گرفته شده بود از سوی اعضای بلندپایه طالبان، آقای خلیلزاد و وزارت خارجه پاکستان، این نشست را بی‌معنا خوانده بودند و بی‌نتیجه بیان کرده بودند. اما از طرف دیگر وزارت خارجه میآید و استقبال میکند از این نشست و دیدگاهشان بر این است که هر کشوری که بیاید و میزبانی بکنه در قبال صلح در افغانستان از اون حمایت میکنند. دو دیده متناقض و متفاوت در این میان وجود داره، کدام طرف بیشتر برحق است؟ برداشت ما ایست با کمال تاسف ضعف سیاسی در سطح مدیریت کلی افغانستان به مشاهده میرسه. چی بهتر بود به جای سخنگوها، به جای آقای صدیقی و به جای سخنگوی وزارت امور خارجه، شخص رئیس جمهور با شخص رئیس اجرایه در یک تفاهم، یک امن نظری نسبت به این پروسه ملی که افغانستان در بر میگیره، اینا ابراز نظر میکردن. قبل از قبل، پیش از اینکه یکشان ابراز نظر بکنه، مخالفت یا تایید بکنه یک پروسه را، اینا به عنوان شریکای قدرت، به عنوان کسایی که روی یک برنامه و پروتکل با وساطت وزیر خارجه امریکا بر حرکی قدرت ششتن و ادعای از این را میکنن که حکومت وحدت ملی را پیش میبریم، اینا باید یک تفاهمات در رابطه با مسائل ملی داشته باشن. اینا از قبل باید یک تعریف پای منافع ملی افغانستان و مسائل اولیای کشوری ما داشته باشن. اینا پیش از اینکه با رسانه ها گپ میزنن، پیش از اینکه با دیپلمات های خارجی حرف میزنن، اینا در قدم اول بین خود بینشینن، چیزی که صورت نمیگیره. باور میکنم که هدف این نشستن در میان خودشان و عدم شکل دادن یک اجماع و یک دید واحد و مشخص و یکسان در میان اعضای حکومت افغانستان، علت اصلیش موضوعات عقدمندانه است که صورت میگیره. شاید اینا عقده داشته باشن در مقابل دیگر، یا دید قومی در اینجا وجود داشته باشه که حاضر به این نمیشن تا به خواسته های هم دیگر تمکین بکنن و یک اجماع واحد را بیان شکل بدن. یقینا چیزی که شما میگین کاملا دقیق است. متاسفانه حاکمیت افغانستان از یک نگرش ملی پیرامون پروسه های ملی از این بسیار به دور است. نگرش ها در تیم های مختلف، حال ما نمیخواییم جانب آقای رئیس جمهور بگیریم یا رئیس اجرایه، ولی واقعیت های ملموس جامعه مایی است. نگرش های اردو تیم و بر علاوه از اینا نگرش های سیاسیون بارز و مشهور افغانستان که خارج از حکومت هم هستند، این ها یک نگرش ملی بر قضایای ملی ندارن. بیشتر نگرش های تیمی، تباری، زبانی، پارتی بازی، گروه بازی و به اصطلاح انجیوهی است تا نگرش های ملی. و این ضعف در طول 18 سال افغانستان رنج برده، در طول 5 سال حکومت وحدت ملی رنج برده، و امروز که ما در آستانه تعیین سرنوشت مردم افغانستان هستیم، در یک مقطع اساس هم متاسفانه ملت ما از این صدمه میبینه. اگر ما دایره دید و نگرش خود بر قضایا کم وسیع‌تر بسازیم، اقدامندی ها، کینه توزی ها، کمپاین های انتخاباتی، نگرش های متفاوت تیمی بر قضایا را کنار بگذاریم، بر روی یک طرح ملی که بارها از یک سال به این سو ما از تریبیون های مختلفه ای را فریاد کردیم، سر یک طرح ملی، سر یک برنامه ملی، سر یک استراتژی ملی، یک پالیسی مشخص کاری برای افغانستان بسازیم که در او آقای رئیس اجرایه، آقای رئیس جمهور، سخنگوها و همه نهادهای حاکمیت و همچنان سیاسیون افغانستان در اون متحد باشه، شاید یک گام اساسی برای بیرون رفت از بحران باشه. چه مشکلی است در وزارت خارجه افغانستان؟ هر باری که آقای غنی فرمانی را برای اصلاح در وزارت خارجه صادر میکنه، این فرمان لغو میشه، مورد پذیرش قرار نمیگیره. اگر تعیین و نصب های را، عزل های را روی دست میگیرن، پذیرفته نمیشه. حتی وزارت خارجه وزیر را برکنار کردن اما دوباره به وظیفه خود ادامه داد. اما به شما بارمن نیستیم که وزارت خارجه افغانستان خود مختار است، تکروی میکنه و خودشان تصمیم گیرنده هستند و حرفی را از این و آن نمیشنوند و خودشان خود را همه کاره میدانند. شما به یک بخش از حقایق اشاره کردین که مشخص فوکس شده بود سر وزارت خارجه. من میخوایم دایره را وسیع تر بسازم. شما حاکمیت در کل ببینین، کدام فرمان آقای رئیس جمهور رئیس اجرایه قبول میکنه و کدام حکم و دستور رئیس اجرایه آقای رئیس جمهور.
ما فعلا از حاکمیت در حقیقت به دو تیم متخاصم و جبهه بندی دو تیم متخاصم بیشتر نزدیک هستیم تا به یک حاکمیت. وقتی آقای عبدالله یک بودیجه رو برای یک وزارت که مربوط به تیم آقای عبدالله است میخواد، وزارت مالی هم مثلا تحریم میکنه. وقتی آقای عبدالله یک کس رو یک جای نصب کرده، او رو رئیس جمهور برطرف میکنه، مخالفت میکنه. بالمقابل وقتی که آقای رئیس جمهور یک کس رو در چوکات وزارت خارجه نصب میکنه، باز آقای دکتر عبدالله یا وزیر خارجه برخورد به اصطلاح مقاطعه میکنه، مانع میشه، نمیمونه. ای حالت تنها در وزارت خارجه نیست، در سراسر وزارتخانه‌های افغانستان، ادارات افغانستان متاسفانه است. والی ها را شما شاهد هستید. اما بار من نیستم آقای حکمتی که به وزارت خارجه یکی از اعضای متحرک و اصلی و شریان‌های اصلی حکومت میتونه باشد، چرا که در وزارت خارجه روابط میان کشورهای منطقه و جهان در اینجا ترسیم میشه و پلانگذاری میشه. اگر این بیشتر آسیب پذیر بگرده و بیشتر صدمه ببینه، میتونه آینده سیاسی افغانستان و آینده روابط افغانستان را با کشورهای منطقه و جهان تخریب بکنه. یقینا این گپ مسلم است. متاسفانه این گپ از سالها قبل شده و فعلا هم تداوم داره. شما اگر مشخصا بیاین تناقضگویی و تضاد عمل در سیاست های وزارت خارجه و آقای غنی ببینین و انعکاساتش در سپیدار ببینین، از اولین روزهای حاکمیت حکومت وحدت ملی متاسفانه ای شروع شد و به جای از اینکه درس بگیرن، جلوگیری بکنن، به یک تفاهم برسن، هر روزه تشدید شد. مثلا وزارت خارجه یا تیم آقای عبدالله اعتراضات داشت سر سفیر 80 چند ساله افغانستان در مسکو که از متعلقین آقای رئیس جمهور بود. شما شاهد بودین سالها او آدم به سفارت خود ماند برخلاف نرم ها. در نقطه دیگه پس آقای رئیس جمهور خواست انتقام خود مثلا از سپیدار بگیره و در مقابل یک تصمیم اینا عکس العمل نشان دادن. برداشت ما ایست آل فضا یک مقدار کمپاینی است، هر گپی هم ممکن با کمپاین کشانیده شد، اما ما بحث ملی میکنیم. برداشت ما ایست در اثر اینمی برخورد ها، ای که کدام عقب بجانب است و کدام عقب بجانب نیست، بس از این گذشته. هدف و مهم و اهم موضوعی است که بر اثر اینمی سیاست های متقابل و متضاد نیروهای حاکم در دولت، کلیت حاکمیت افغانستان ضعیف جلوه میکنه. سیاست گذاری خارجی افغانستان صدمه میبینه. سیاست گذاری ملی از شخص رئیس جمهور گرفته تا رئیس اجرایه تا وزرا کل از به باد فنا میره. جهانی که ناظر بر اوضاع مملکت است، اینا اعتماد خود نسبت به کلیت حاکمیت از دست می صرف نظر از وزارت خارجه. آقای عبدالله بیان میکنه که به سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به نوی موضع گیری و موقف گیری خود وزارت و رؤسای وزارت و وزیر وزارت بوده در قبال اظهار نظری که در مورد صلح افغانستان بیان کرده بود و گپ وزرای خود را و مسئولین خود را بیان کرده. شما باور نیستین که در اینجا توان حکومت و یا توان آقای غنی به وزیر نرسید تا اینکه عزل بکنه و یا برکنار بکنه، قربانی را سخنگوی وزارتشان متحمل شدن؟ بسیار عرف دقیق شما گفتین. متاسفانه وضعیت فعلی همونطور است. ما وقتی که زور ما به یک کس نمیرسه، باز کوشش میکنیم از یک جای دیگه به اصطلاح تلافی کنیم و این عمل متقابل است در وزارتخانه‌های مختلف افغانستان. اگر کلیتر ما بحث کنیم به عنوان یک شهروند و به عنوان یک فعال سیاسی که متاسفانه یا خوشبختانه هیچ سمت هم در این حکومت وحدت ملی در طول 5 سال ما نداشتیم، نداریم، خواهانش هم در این حکومت نیستیم. اگر یک حکومت صالح به باز شاید ببینن. شما سیاست گذاری ها را از اول بسنجین. ما بارها در طول 2 سال حضور رسانه‌ای فعال ما شاید اضافه از 430 مصاحبه تلویزیونی ما داشته باشیم، دیدگاه های خود بیان کردیم. زمانی که یک حاکمیت، یک نظام، آل عبدالله یا دکتر غنی فرق نمی کنه، کلیت این مجموعه حاکمیت ها یک مجموعه به هم پیوسته است، اگر رشته ها را شما بسکلین، حاکمیت دیگه وجود نمی داشته باشه به معنای واقعیش. اگر اینا یک تعریف درست از دوست و دشمن را همه کردن در طول حداقل 5 سال، دوست ما کیست، دشمن ما کیست، موضع‌گیری ما در قبال دوستای ما چی باید باشه، در قبال دشمنای ما چی باید باشه. به هیچ صورت نه سخنگوی وزارت خارجه، نه سخنگوی هرک، نه هیچ فرد دیگه و نه سیاسیون افغانستان از این خط حدول نمیتونست. متاسفانه ای گپ نیست. گاهی ما برادر ناراض میخوانیم طالبه، گاهی مخالف سیاسی میخوانیم، گاهی به صلح آیسکریمی دعوت میکنیم و برعکس.
زمان میگیم که بهترین طالب طالب است که مرده باشه. خیلی خوب. یعنی به کشتنش حکم میتیم. در این توی اقالت که ما تعریف و پالیسی دقیق از دوست دشمن، از مصالحه، از روند صلح که کل افغانستانی ها خواهان از دوست، وقتی تعریف مشخص نداشته باشیم، اینمی واژه های مقدس صلح، امنیت، ترقی، آرامش، جوانمیوری، برنامه میوری، اینا تبدیل میشه با وسیله های تبلیغاتی و کمپاینی برای اشخاص. ممنونتان. وقتی کوتاهی رو بیننده باشین، سری برمیگردیم. دوباره شما رو خوش آمدید میگم. کمی بین بالای وزارت خارجه افغانستان صحبت بکنیم. آقای حکمتی، چند سالی که آقای صلاح الدین ربانی آمدن و سرپرستی وزارت خارجه افغانستان رو روی دست گرفتن و اعضایی را گماشتن و مشاورین را تعیین کردن، کادرهایی را در اونجا گماشتن و معینان هستن و سخنگویان در اونجا وظیفه اجرا میکنن، با در که حساس بودن این وزارت و مهم بودن این وزارت و یکی از رکن‌های اساسی کابینه حکومت وحدت ملی میتونه به حساب بره، این وزارت در دست چگونه افرادی توانسته قرار بگیره؟ آیا اینا افراد متخصص کادری و با تدبیر و مدیران خوب و مدبر هستند تا بتونن که در وضعیت امروزی افغانستان که نیازمند بهبود خوب روابط میان کشورهای منطقه و جهان است تا بتونه که صدمه نبینه، آیا این وزارت در دست افراد خوب توانسته قرار بگیره یا خیر؟ برداشت مجلس همزمان با ایجاد حکومت وحدت ملی، چون بر اساس یک توافق آمده بود هر دو تیم خواستن مورهای خود در ادارات که مربوطشان از جاگزین کنند، هر دو تیم کوشش نکردن که به خاطر ملت افغانستان تیم سازی کنن. وزارت خارجه هم مستثنا از این امر نبود، بر اساس سهمیه که بود به جمعیت اسلامی و به دکتر سیف عبدالله رسیده بود، مثل که بالمقابل وزارت مالیه به دکتر سیف اشرف غنی رسیده بود. بس داریم این اسکالا اینا... کسانی که اگر به سهمیه بندی هم آمدن قدرت به دست گرفتن چگونه افرادی هستن؟ برداشت مایز در کلیت تمام وزارتخانه‌های افغانستان یک مقدار ظرفیت‌های خوب داره که باید به اون ما ارج بگذاریم، ولی یک مقدار ضرورت به بازسازی، نگرش مجدد، جاسازی مورهای سالم، مورهای متعهد، مورهای فداکار و مسلکی هم داره. اگر آقای صلاح الدین ربانی صحبت بکنیم، آقای صلاح الدین ربانی یک مدیر خوب هست در این وزارت از دید شما؟ خوب اگر نمی بود آل ما 100% مور تایید هم نمیذارم، خود در او عدم نمیدانم که مور رد 100% از دیدگاه شخصی خود بزنم، ولی به هر صورت یک داشته های پیشش بوده که تانسته در یک وزارت بسیار مهم و کلیدی جا بگیره و او هم به تایید مثلا دوستای بین المللی افغانستان یک مدت را تیر کند. همین تناقض دیدگاهی که میان ارگ و وزارت خارجه تانسته وجود به ارگی ها میان و بیان میکنن که ما این گفتگوها را نمیپذیریم و گفتگو بی‌معناست و بی‌نتیجه است تا زمانی که با خود افغان ها آغاز نگرده، اما از سوی دیگر وزارت خارجه می استقبال میکنه، پشتیبانی میکنه از این موقف گیری پاکستان و آغوش کشیده شدن رهبران طالبان توسط وزارت خارجه پاکستان، این خودش یک نوع ضعف و تحلل و بی‌مدیریتی این وزارت را نمیتونه نشون بده. ما ضمن تایید گپ شما کم فراتر میرم، ما اصلا ضعف و عدم مدیریت در کلیت حاکمیت افغانستان محسوس میشه. حالا بحث اصلی ما بالای وزارت خارجه است. ببینید وزارت خارجه جزء از حاکمیت است و زمانی که سپیدار و هرک دکتر سیف عبدالله و دکتر سیف اشرف غنی در کلیت معادلات و معاملات نتونه یک برنامه دقیق راه کنه، یقینا وزارت خارجه، داخله، مالیه، هر وزارت دیگه اینمی تنش ها را انحکاس میده. شما ببینید چند روز پیش آقای ترامپ یک حکم صادر کرد، ملاقات طالبان را با آمریکایی ها با خود به اصطلاح لغو کرد. ملت افغانستان بر اولین بار شنید که آقای رئیس جمهور قرار بوده در کمپ دیوید با ملا برادر و آقای ترامپ ملاقات کنند. آیا قبل از این کسی شنیده بود؟ نه. از این معلومش سیاست گذاری در کلیت در افغانستان و سیاسیون به صورت هام، شاید استثناءات وجود داشته باشه که او موره های پاک هنوز در ارم قدرت در هیچ تیم و نظام نرسیدن، فقط فریاد مردم خود میگن و هیچ کسی هم گوش نمیکنه. ولی آنچه که مشهود است بر اساس بازی ها، بر اساس خرید و فروش ها، بر اساس معاملات پشت صحنه و استخباراتی، بر اساس معاملات با نهادهای بیرونی، با تیم ها، با استخبارات، با کشورهای مختلفه، اینا با یک تفاهمات میرسن و تا زمانی که به میل خودشان اونم جریان پیش بره بسیار خوبه. وقتی که از کنترلشان خارج شوه باز موضوع گیری میکنن. ای تنها به وزارت خارجه بر نمیگرده، تنها به ارگ بر نمیگرده، سپیدار، ارگ، وزارت خارجه، مالیه، دفاع و همه نهادها
در این مسئله دخیل شما چند وقت پیش موضوع تعیین معین اداری یک خانم معرفی کرده بودن، حال دقیقی بله. ببینین در او اینمون تو تنش ایجاد شده، از پشت دروازه وزارت خارجه او را جواب دادن. بعد ششتن یک مصالحه کردن که آدم آمد یا نامد، ولی به هر صورت با پالیسی خارجی افغانستان یک صدمه بزرگ بود. باورمانیسین آقای با اکمتی که آقای باید درس بگیرن از اینگاه. آقای اکمتی شما باورمانیسین آقای سلاودین اقدامندانه رفتار میکنه؟ ما بحث فراتر از آقای سلاودین میبینم، به خاطر که پیش از اینکه آقای سلاودین ابراز نظر کنم، ما از سپیدار و از شخص آقای دکتر عبدالله ای گپ شوندیم. بحث دوم ببینیم همین مسئله ای که موین را تا دان دروازه نمیذارن، از پشت دروازه رخصت میکنن و اصلاحات فرم اصلاحات را نمیپذیرن، فرمان اصلاحات را نمیپذیرن و بر کناری سخنگویشون نمیپذیرن. شما باورمند نیستین که این رفتار اقدامندانه آقای سلاودین ربانی است؟ ببینن برداشت ما ایست، خب چون جزوار در کلیت مسئله دخیل نیستم، فرم اصلاحات چی رنگ بوده، این اصلاحات تنها مربوط به وزارت خارجه تغییر های قرار بود، ببینن تنها مربوط به وزارت خارجه بوده یا همه جای، تنها منحصر به یک بخش خاص بوده یا همه جای. اگر ما نظام به عنوان یک مجموعه متشکل منسجم با برنامه هماهنگ بدانیم، این اصلاحات در تمام ادارات افغانستان باید باشه. از مسائل قومی وزارت مالیه رنج میبره، وزارت خانه دیگه رنج میبره، وزارت خارجه رنج میبره و این مشکل مشکل کلیت نظام است، با وزیر بر نمیگرده. وقتی شما توافق 50-50 را امضا میکنین، خودتان معترف میشین که 50% سهم پدر و پدر کلان خودت، 50% هم سهم پدر و پدر کلان ما، بحث ملی دیگه از اینجا ختم میشه. این برمیگرده به نیت و اخلاص دو تیم که چقدر اینا موره های ملی را جاگزین میکنن. فعلا شما بررسی بکنین وزارتخانه افغانستان، از 25 وزارت افغانستان 17 وزارت از این در طول 4 سال یک وزیر نداشته، باید سرپرستای داره میشه. آیا این ضعف به کی برمیگرده؟ من نمیخوایم سر اشخاص زیاد تاکید کنم، من سر کلیت روش ها و روشمندی ها میخوایم. با تبدیل اشخاص شما نمیتونین اداره را سالم بسازین. تا شما نگرشتان پیرامون مسائل ملی، پیرامون مسائل کلان عام نسازین، ملی نسازین، بر اصل مشورت که اگر اصل اسلامی استوار نسازین، شما با تبدیل موره ها کار کرده نمیتونین. و این واقعیت ضعف است که هم در هر احساس میشه، هم در سپیدار. پنج سال اخیر روند حکومتداری وحدت ملی را اگر خیلی کوتاه بخوایم یک مکس کوتاه بالا داشته باشیم، کشته شدن بالاتر از 45,000 نظامی افغان و موجودیت فقر بیرویه در میان خانواده ها افغان و بیکاری بیرویه در افغانستان صورت گرفته، افزایش استفاده از مواد مخدر و کشانده شدن مردم به مصاب شدن به مواد مخدر و ده ها مسئله دیگر، آیا شما بر من هستین که یگانه علت اصلیش همین مناقشات بوده و همین اختلاف نظرها بوده، همین زدبندها میان ارگ ریاست جمهوری آقای عبدالله و اعضای کابینه بوده که این مصیبت ها توانسته شکل بگیره، یا خیر؟ اگر به عنوان یگانه اصل در نظر نگیریم، چون عوامل متعدد در بحران افغانستان دخیل است، بخش اعظمش داخلی، منطقوی و یک مقدارش هم فرامنطقوی، ولی به عنوان یکی از عوامل بسیار عمده بدبختی و وضعیت خراب امروز ما، طبعا سیاستگذاری های هر دو تیم بوده که اینا نتانستن به مسائل ملی بپردازن. وقتی جامعه جهانی در افغانستان آمد در طول 18 سال و به خصوص در طول 5 سال میلیاردها دلار اینجا ازینه شد، سال 4.5 تا 5 میلیارد دلار صرف به اردو و پلیس افغانستان پرداخته شد برای بازسازی ازی ملت. ما فداکاری خود داده، اردو، پلیس، امنیت ملی، خیزش های مردمی، فرد فرد افغانستانی خون دادن برای حفظ استقلال، آبادی و آزادی وطن خود. ولی زمانی که سیاست گذاری ما درست نباشه، زمانی که ما با نگرش های ملی و قضایا نگاه نکنیم، زمانی که ما در صدد تقویت یک تیم خاص باشیم و زدن و هدف ما زدن یک تیم دیگه باشه، چی میشه؟ این سرمایه گذاری ها هدر میره. فقر، بیکاری، فرار مغزها، جوانهای افغانستان که واقعا نیروی اساسی افغانستان است و صدمات از این ما به اقتصاد نمیتونیم صرف محاسبه بکنیم، یک عقبمانی 50 سال بر ما در قبال دارد. معتادینی که از 3 میلیون فراتر رفته، شما فکر کنین هر معتاد اگر روز $2 ایروین بکشه، 3 میلیون روز چند میشه، هفته چند میشه، ماه چند میشه، و در یک سال چی ضربه کوبنده را بر پیکر از این ملت وارد میکنه. شهادت 45,000 که رسمی اعلان شده، شاید به نظر ما آنچه که عملا میبینیم حداقل دو برابر از این باشه. نیروهای امنیتی ما، پاکترین جوانای وطن که بعد 10,000 افغانی سینه خود سپر میسازن، چیز دیگه یا امتیاز نداره که بگی به خاطر پول، به خاطر یک احساس نیک.
این قربانی ها را اگر ما در رای اعتلاء و آرامی و امنیتی وطن میدادیم، امروز ما جایگاه دیگه داشتیم. آخه حکمتی حالا برای من دستیم که پس از اعلام نتیجه انتخابات که ششم میزان را ما پشت سر گذاشتیم، حالا نتیجه انتخابات در 27 عقرب ابتدایی و 27 میزان ابتدایی و 16 عقرب ابتدایی نهایی اعلان بگردم، آیا ما پس از این هم توان این را داریم که بازم یک حکومت ائتلافی مشترک را بتونیم تجربه بکنیم یا خیر؟ ما برداشت می سوال کم منتظر باشیم که نتیجه چی میبره، ولی در کلیتی که کدام تیم برنده است یا کدامش بازنده اصلا سرش بحث نمی کنیم. برنده باید ملت افغانستان باشه. بدون شک تشنج میتونه به وجود بیاد و بدون شک پس لرزه شدید انتخابات میتونه شکل بگیره. برای اینکه این نگرانی حل بشه و این چالش ها به وجود نیاد، دوباره افغانستان به سوی بحران کشانده نشه، یک گزینه دیگر هم بازم شما ائتلاف میدونین، یک گزینه خوبتر مثلا این ائتلاف که در سال 2014 شکل گرفت، برای اینکه تنش ها خاموش بشه و آب ریخته بشه بالای آتش، یک نوع حکومت ائتلافی دوباره شکل بگیره. من خواهان یک حکومت فراگیر هستم. چند شب پیش در یک بحث در تلویزیون ملی افغانستان هم این موضوع را یاد کردم. شاید دید فردی من نباشه، خب به شکل تصادف یا سنجیده شده این مسئله را مطرح کردیم، ولی دیدگاه سیاسی افغانستان است. برداشت ما چیست؟ ما با دموکراسی 50+1 مشکل است به افغانستان بتونیم به یک حل برسیم. به خاطر کس قبول نمی کنیم. امین فرمول را در سال 2014 غربی ها به جبر بالای ما قبولاندن تا ما را چندین سال دوباره به عقب بکشونن. این فرمول را که امریکایی ها سر ما تعمیل کرد یک فرمول ناقص بود، درست نبود، درست عملی نشد. برداشت ما چی است؟ پیشنهاد ما چی است؟ با استفاده از تریبیون شما بیاین فرصت بتین به نسل نو افغانستان، فرصت بتین به کسایی که آلوده نیستن ولی طرح ملی دارن، فرصت بتین به کارشناسایی که دلشان به این وطن میسوزه. هر حکومتی که میآید خود برنده تام الاختیار افغانستان ندانه، این وطن هم ملکیت افغانستانی ها بدانه و در هو سهم شما من که هر روز سخن میگم، دوستای دیگر، روشنفکرا، معاصلین، زنای افغانستان، سیاسیون افغانستان با در نظر داشت توانمندی ها، طرح ها، برنامه ها و صداقت عملیشان در نظر بگیرن، این حکومت را بگذارن با اونا و موقع بتن برای خدمت. ممنون آقای ابراهیم حکمتیوز و رهبری اجماعی حرکت اسلامی ناتای همسو، ممنون از این دعوت ما را پذیرفتید. تشکر از شما. این بود برنامه تحلیل روز در این نیم ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید.